انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس یا عهد جدید به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد، زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد ترجمه قدیم در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر، ترجمه شریف تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانیان بهره‌مند گردند. برای ترجمه عهد عتیق به فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. مکاشفه یوحنای رسول. فصل اول. این مکاشفه است که خدا به عیسی مسیح داده است تا آنچه که باید به زودی رخ دهد به بندگانش نشان دهد. او فرشته خود را به نزد بنده خیش یوحنا فرستاد تا این چیزها را به او نشان دهد. یوحنا با بیان آنچه شنیده و دیده است به حقانیت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح گواهی می دهد و خوشا به حال کسی که این را می خواند و کسانی که به کلمات این نبوت گوش دهند و طبق آنچه در آن نوشته شده است عمل کنند، زیرا به زودی همه این چیزها به وقوع خواهد پیوست. از جانب یوحنا به 7 کلیسا در استان آسیا تقدیم می شود. از جانب آن کسی که هست و بود و خواهد آمد و از جانب 7 روح که در پیشگاه تخت شاهی او هستند و از جانب عیسی مسیح، آن شاهد امین، آن نخست‌زاده مردگان و فرمانده پادشاهان زمین، به شما فیض و آرامش باد. او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. به او تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. ببین او با ابرها می آید. همه و جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. آری چنین خواهد شد. آمین. خداوند خدا میگوید من الف و یا هستم، خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد. من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، به خاطر موعظه کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیره به نام پاتموس مقیم بودم. آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. در آن حال از پشت سر خود صدای بلندی مانند صدای شیپور شنیدم که به من گفت آنچه را که می‌بینی در کتابی بنویس و به این 7 کلیسا، یعنی کلیساهای افسوس، اسمیرنا، پرگاموس، تیاتیرا، سارد، فیلادلفیا و لاودوکیه بفرست. برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید و وقتی برگشتم 7 چراغ پایه زرین دیدم. در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان که ردایی بلند بر تن داشت و زره زرینی به دور سینه‌اش بود و موهای او مثل پشم یا برف سفید بود و چشمانش مثل آتش می درخشید. پایهایش مثل برنجی که در کوره
گداخته و سپس شفاف شده باشد درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار. او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و 2 دم بیرون می آمد و چهرهش مانند خورشید نیمروز می درخشید. وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت: نترس، من اول و آخر هستم، من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. آنچه را می‌بینی بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق می‌افتد. مفهوم و مقصود آن 7 ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن 7 چراغ پایه زرین این است. آن 7 ستاره فرشتگان 7 کلیسا و آن 7 چراغ پایه 7 کلیسا می باشند.